تشییع جنازه قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس در عراق ادامه داره. نفیسه کوهنورد اینجاست. نفیسه، بد نیست که اول از این تشییع جنازه بگی به کجا رسیده. الان در کربلا هستند و تابوت ها رو به سمت کربلا هم کردن. قرار است کربلا به نجف برن و بعد هم در همونجا در این تابوت ابو مهدی مهندس رو در نجف که بزرگترین مزار عراق هست دفن بکنن. اجازه داده شد به بخشی از تظاهر کننده ها و تشییع جنازه کننده ها که از منطقه سبز از مقابل سفارت آمریکا رد بشن، گرچه از دیشب قرار بود که تمام اون مسیر از طرف نیروهای ویژه عراق که رابطه نزدیکی با آمریکایی دارن بسته بشه، اما خیلی آروم برگزار شد. هیچ حمله ای به سفارت یا قرارگاه آمریکایی در اونجا نشد و فقط تابوت های قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس رو از مقابلش عبور دادن. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، نوری مالکی، هادی آمری و عمار حکیم جزو شخصیت هایی بودند که در این تشییع جنازه حضور داشتن. سلام نظامی دادن تمام فرمانده های ارشد عراق، از جمله فرمانده های گروه های ویژه عراقی که از طرف آمریکا آموزش دیدن. و مشخصا شعارهایی که بیشتر به گوش می رسید این بود که خونخواهی ابو مهدی مهندس بود از طرف گروه های طرفدار اون، و شعارهای ضد آمریکا و اسرائیل. در بخشی هم پرچم های آمریکا و اسرائیل رو آتش زدن. ما دیشب گزارش هایی داشتیم کم و بیش زد و نقیز که گویا به یکی از کاروان های هشت شعبی حمله شده. رابطه نیروهای آمریکایی و هشت شعبی الان به چه شکل قرار گرفته؟ خیلی تنش آلوده و الان تایید شده که دو تا از خودروهای متعلق به اصحاب اهل حق که اونها میگن که خودروهای کاروان پزشکی این گروه بوده و از سمت تاجی، از نزدیکی پایگاه تاجی که بخشی از نیروهای آمریکایی در اونجا مستقر هستند و میشه گفتش که نصف بیشتر پایگاه در اختیار نیروهای آمریکایی است، اونجا هدف حمله قرار گرفته. اما هم نیروهای ائتلاف اعلام کردن که به هیچ وجه هیچ پروازی بر فراز اونجا نداشتن. بعضی از منابع میگن که احتمالاً پهپادهای متعلق به CIA میتونه باشه که جدا از ائتلاف معمولاً عملیات خودشون رو دارن. جالب اینه که جمال امروز در مراسم تشییع جنازه قیس خزعلی که فرماندهان اصحاب اهل حق هستن حضور نداشتن. خبرهای زد و نقیزی در مورد احتمال کشته شدن اونها بود، ولی خب این تکذیب شده. ولی به هر حال دقیقا همون شب قبلش وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این دو نفر رو هم مشخصا در فهرست تروریستی آمریکا قرار خواهد داد. برای همین نگرانی از طرف این گروه ها این هست که آمریکا همچنان به نوعی به حمله هاش علیه گروه های مختلف هشت شبی، به خصوص اونهایی که در سالهای 2003 تا 2008 علیه نیروهای آمریکایی جنگیدن، حقیقت به اونها حمله بکنه، به خاطر اینکه یک انتظاری هم هست که در نهایت آمریکایی‌ها ممکنه مجبور شن عراق رو ترک کنن، به خصوص اگر فردا پارلمان رأی به اخراج نیروهای آمریکایی بده، چیزی که ما مشابهش رو در سالهای 2008 هم دیدیم که به هر حال بعد از تصمیم پارلمان مجبور شدن که ترک بکنن. برای همین الان هم ناتو تمام فعالیت‌هاش رو در عراق متوقف کرده و هم نیروهای آمریکایی آموزش نیروهای عراقی رو فعلا متوقف کردن، در ساختار ائتلاف نبرد علیه داعش رو متوقف کردن و همه نگاهشون به اینه که تصمیم نهایی از طرف پارلمان عراق و دولت عراق چه خواهد شد. ممنونم از همکارم نفیسه کوهنورد.